ما هنوز نمیدونیم چه زمانی از ویروس کرونا کووید 19 تموم میشیم و یا اینکه چه زمانی به واکسن دست میآوریم. ما برابرین باید سعی کنیم زندگی روزمره‌تون رو بهترین امکانات دنبال کنیم. به این توضیحات مفید زیر در این خصوص توجه کنید. ویروس کرونا به عنوان مثال در صورتی که فردی به سمت فرد دیگر سرفه می کند، از تغییر تماس مستقیم یا از طریق تماس با چیزهای دیگه مثال دستگیر در منتقل می گیرد. به شستن دستاتون ادامه بدید و به داشتی عمومی یه خوب داشته باشید. به یاد داشته باشید که فقط 10% شدید بیمار می شد. اکثرشون از قبل بیماری دیگر داشتن. خودتون یا با کسانی که زندگی می کنید ویروس دارن، خیلی مهم هست که به توضیح مسئولین بهداشتی عمل کنید. همچنین مهم هست که مواظب سلامتی روحیمون باشیم. غذای سالم و متنوع بخورید. ویتامین د مهم هست. ساده ترین روش برای ویتامین د این هست که زیر نور خورشید باشید و یا روشنی روز باشید. ورزش و تحرکات بدنی برای شما مفید هست. یادتون باشه که میتونید از طبیعت استفاده کنید، ولی یادتون باشه فاصله داشته باشید و دستاتون رو بشورید. اخبار رو در این خصوص دنبال کنید. ارتباط اجتماعی را برای نمونه می توانید از طریق تلفن، اینترنت یا گروه های کوچک و فاصله گذری کافی داشته باشید. ارتباط با نزدیکان خیش معمولا خطرناک نمی باشد. مواظب خودتون باشید.